بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلات و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. هزاران سلام و هزاران درود خدمت همه شما عزیزان، هر جای دنیا که هستید همیشه شاد کام و پیروز و موفق باشید. عزیزان، پیش از این در مورد سیستم دولت مداری نوین و اشکالاتی که روش بود و مباحثی که روش بود سخن گفتیم. امروز میخواییم که این مسئله رو کم بیشتر بستش بدیم، مبحث مدرنیته رو در میان بیاریم که این مبحث چرا شکست خورد و انسان برای رسیدن به سعادت و برای کامیابی نیاز هست که یک پله جلوتر بره و به اسلام برسه. در این میان وظیفه مسلمان ها و فعالیت های اسلامی، فعالیت های مدنی و حرکت ها و تنظیم های اسلامی چه میتونه باشه، این مبحث رو امروز میخواییم با هم داشته باشیم تا ببینیم که به کجا میرسیم. قضیه دولت و سیستم دولتی که ما امروز داریم یک واژه گنگ نامعنوسی رو به جامعه دادن به عنوان یک غول و یک هیولایی که تمام قدرت رو در اختیار داره و جامعه رو به رنگ و بوی خاص خودش تابع قدرت خودش میخواد به شکل دهی کنه. دولت یک هیولاست که این هیولا جامعه رو به بردگی گرفته و جامعه و تمام آحاد جامعه در واقع برده های این سیستمی که خودش رو دولت میشناسه و جهان الان اون رو به عنوان دولت قبول کرده، این برده های این هستند. و این حکایت دولت و دولت های قومی و قومگرایی و دولت هایی که ما این برونور داریم در منطقه، اینها همش با استعمار اومد. وقتی که استعمار منطقه رو ترک کرد، این سرزمین ها رو به اصطلاح خط و نشان ها رو کشید و این مزحکه‌ای که روی نقشه جغرافیایی شما می‌بینید، نقشه جغرافیا رو وقتی نگاه می‌کنید به اصطلاح یک نقشه بسیار بی‌سر و تهی هست. وقتی نگاه می‌کنی مثلا کشورها رو که به چه شکلی به نقاشی شدند، یعنی از یک نقاشی یک بچه دو ساله هم خیلی بدتر و بدریختر هست. این دولت ها رو استعمار به این صورت به وجود آورد تا منافع و به اصطلاح مقتضیات خودش رو در منطقه حفظ بکنه و برای این کشورها هم مترسک هایی رو گذاشت که اینها به اصطلاح گردانندگان این سیستمی که اسمش دولت هست باشن تا ملت ها به اصطلاح از این قفس نتونن فرار بکنن. در این میان مسلمان ها تلاش های زیادی کردند. مسلمان هایی که با این شیوه انس نداشتند، مسلمان هایی که با مفهوم واژه خیلی بزرگتر به نام واژه امت انس داشتند و در طول و عرض جهان اسلام هر یکی از مسلمان ها به سادگی میتونست تنقل داشته باشه، همه حرف هم دیگه رو میفهمیدن، همه عادات و رسوم مشترک داشتن و جهان، یعنی اینی که برای مسلمان ها این بود که یک اقیانوس در یک کوزه های مشخصی این اقیانوس خلاصه شد و زندانی شد. الان مسلمان ها چه باید کنند؟ در مرحله اول خب حرکت فکری جامعه اسلامی به سوی امت و بازگشت امت و شکستن این کوزه ها و دوباره اقیانوس شدن پیش می رفت. کم کم این حصارهای زنجیره‌ای و سختی که روی مسلمان ها گذاشته شده بود عقل اونها رو هم به زنجیر کشوند و این بود که مفکران اسلامی اومدن گفتن که خب حالا که ما نمیتونیم اون اقیانوس بزرگ رو به دست بیاریم و برگردیم و امت باشیم، بیایید در همین کوزه های دولت بیاییم همینا رو به صورت آبش رو شیرین کنیم و همینا رو درستش بکنیم. این تلاش های ناکامی بود و هر جا هم که این تلاش ها صورت میگرفت در نهایت سر به سنگ میخورد. و دلیلش هم چی بود؟
دلیل این بود که این کوزه‌ای که ساخته شده، این واژه دولت، برخلاف اون چیزی که اسلامگرایان تصور می‌کردند که ما داخل میشیم و این رو عوضش میکنیم، این هیولا، هر کسی که داخل شکم این هیولا میشد، هیولا این رو هضمش میکرد و برای خودش به شکلی که میخواست درش میآورد. با مرور زمان حرکت‌های اسلامی، جنبش‌های اسلامی، نهضت‌های اسلامی در همون به شکل همون کوزه در اومد و نتونستن، اون مفهوم امت فراموش شد و افراد در همین چارچوبه‌ای که هستن زندانی شدند و به همین هم دلخوش بودند. باز هم به همین نمی رسیدن. وقتی هم که می رسیدن به مرحله بعد از سالها تلاش و سخن از چی بود؟ از دموکراسی بود و از آزادی بود و از اینی که هم دیگر رو تحمل کنیم و فلان، آزادی اینا، این رو درک نمی کردن که دولت یا دموکراسی وقتی که حرفش زده میشه، حرف دموکراسی این هست که آقا شما آزادید در اون محوطه‌ای که من میخوام، در اون میدانی که من به شما میدان میدم، شما در اون حیطه میتونید آزاد باشید و هر طوری که دلتون میخواد بپرید، جفتک بزنید، نمیدونم دعوا بکنید، مناقشه بکنید، انتقاد بکنید، اما در همون دایره ای که براتون گذاشته شده. از این دایره وقتی رفتید بیرون، اون وقته که مشت آهنین با شما کنار میاد. شما هر جای دنیا که ببینید، وقتی که در همین سیستم دموکراسی اسلامگرایان اومدن و حکومتی رو به دست گرفتن، همون سیستم دولت که اون دولت رو به صلاح میچرخونه، اون که این اون کوزه یا اون حیطه جغرافیایی رو میچرخونه، یک هو به وحشت افتاد و اونها رو تارمار کرد. غزه یک مثال بسیار روشنی هست، الجزایر یک مثال دیگریش هست، اخیراً تونس یک مثالی هست، مصر یک مثال وحشتناکی هست و سوریه که تیکه پاره شد و مثال بسیار بدی بود و همچنین مناطق دیگه. هر جا میبینید که قضیه، وقتی که شما از این، وقتی به شما گفتیم آقا آزادید یعنی آزادی در دایره این دایره، چرا؟ چون که این سیستم، سیستمی که اسمش به صورت دولت گذاشته شده بود و هنوز هم یک مفهوم گنگی هست، مردم باش تصور میکنند که آقا دولت هست و به صورت در فضای این دولت آزادی هست و حتی ببینید دولت طوری افراد رو در این برده ها رو بالا میبره که حتی ببینید در همه چیز دخالت میکنه. دولت هست که برنامه آموزشی شما رو میسازه، یعنی دولت از مدرسه شهروند درست میکنه. شهروند به عنوان یک انسان آزاده و یک انسان صاحب کرامت، یک انسانی که انسان باشه در فضای زندگی، نه، شهروند به معنای یک عنصری، یک مهره‌ای که همین سیستم دولتی که تشکل پیدا کرده این رو درست در فضای این درست حرکت بکنه. شهروند یعنی کسی که دولت نیازش داره، یعنی شهروند به همون صورتی که این هیولای دولت میخواد باید ساخته بشه. به این صورت میبینید که شهروند چنین ساخته میشه و تدخل و دخالت دولت رو در مسائل فرهنگی، در مسائل آموزشی، در مسائل رسانه‌ای، در مسائل تربیتی، در مسائل خانواده، در مسائل شکلگیری اقتصاد کشور، در مسائل سیاسی، نظامی، ورزش، هر بعدی از ابعاد جامعه رو وقتی نگاه میکنید، این دولت هست که اون رو شکل دهی میکنه بنابه اون نیازی که خودش داره. الان این دولت با این شکل شد یه دین، یک خدا، خدایی که برده هایی رو برای خودش به اصطلاح گرفته. این دولت همواره در کشورهای ما با یک مشکل بسیار بزرگی و حادی روبرو بود و این چیزی هست که این مشکلی که حل نشدنی هست و این یک روزی خواهیم دید که تمام این کشورک ها این زنجیرهاشون باید شکسته بشه، این مرزها باید برداشته بشه و بار دیگر امت اسلام برگرده به مثلا به اون واقعیتی که هست. الان ما در همه این کشورهای خودمون دو تا دین داریم، یکی دین اسلامی که در دل هاست و یکی دین دولت که همون مثلا خدایی دولت هست.
الان انسان ها بین دو الله و بین دو خدا قرار گرفتن، یک اللهی که هویت اونها اشهد ان لا اله الا الله هست و هویت اونها میگه که غیر از قوانین الله متعال، غیر از جامعه ای که الله متعال و انسانی که الله متعال گذاشته برای شیوه معینی که خداوند متعال براش مشخص کرده اون راهکارو بره، این یک انسانی هست که در داخلش این هویتش اون رو میکشونه به این طرف، در مقابلی که خدای دیگری ساخته شده که دولت هست، این دولت شما رو میکشونه به برای بردگی خودت. همیشه در جوامع اسلامی از روزی که استعمار رفته تا به امروز یک تنش بسیار شدیدی هست که در جایی قدرت میگیره و در جایی تضعیف میشه، در جایی که فهم و درایت و شناخت اسلام و پایبندی به اسلام رشد میکنه اونجا میبینید که جامعه میخواد که به سوی الله و آزادی پیش بره، اونجایی که افت هست و افرادی هستند که باز حتی سیستم فکری و سیستم دینی رو دولت میخواد به رنگ خودش در بیاره. الان دولت ها چه کار کردن؟ تلاش دولت ها برای مسیحی کردن اسلام، چرا که استعمار تونست در کشورهای خودش دین رو بگیره، در یک کلیسایی زندانی بکنه، دست و پاش رو ببنده و کلیسا هم بشه یک مؤسسه دولتی. کلیسا مثل اداره آب و برق هست، هر وقت که دل دولت بخواد بازش میکنه، هر وقت بخواد ببنددش، به هر بهانه‌ای تعطیلش کنه، به هر بهانه‌ای جاش رو عوض بکنه، بعد کارمنداش رو هم مشخص میکنه، حقوقشون رو هم مشخص میکنه، هر وقت خواست بیرونشون میکنه، هر وقت خواست میاردشون، هر کسی از این کارمندا رو خواست دردش میندازدش بیرون، هر کسی کشت. این سیستم دولت هست، سیستم دولت به خودش حق میده که خشونت بکنه، اما خشونت با لباس دولت. اون وقت خشونت با لباس دولت رو جامعه برده این رو خشونت تلقی نمی کنند. شما الان می بینید که افرادی میان، اگر مثلا دزده هایی بیان و خونه همسایه شما رو بزنند، شما داد و فریاد می کنید و سر و صدا می کنید و می زنید دزده ها رو از اونجا دور می کنید و همسایتون رو نجات می دید. اما اگر همین دزده ها با لباس پلیس بیان، اون وقت چیکار میشه؟ همین همسایه ها تماشاچی میشن، همین همسایه ها اگر همساییشون به اصطلاح بخواد فرار بکنه از سر دیوار، همین همسایه ها به اون پلیس میگه اونجا بگیرید بزنیدش بکشیدش. وقتی هم کشتند و بردن هیچ کسی احساس نمیکنه که اینجا ظلمی صورت گرفته. چرا؟ چون که اینها کیا هستند؟ اینها عصای اون دولت هستند، عصای اون خدا هستند که به اصطلاح همه جامعه در مقابل اون سرخم کرده و اون رو باور کرده. ظلم و ستم وقتی از طرف دولت شد، ظلم و ستم تلقی نمیشه. وقتی که از طرف این همون بردگی است، این همون شرک به اصطلاح تنظیمی و تنفیذی است که افراد درکش نمی کنند. واسه همین است که یک تنشی که الان بین دولت و بین اسلام هست، بین خدای ساخته شده و بت تراشیده شده به نام دولت و بین ارزش هایی که الله متعال قرار داده هست، این است که اسلام و هویت اسلامی رقابت فردی و نظارت فردی رو در افراد فعال کرده. هر یکی از افراد جامعه در مقابل جامعه، در کل جامعه مسئوله. الدین و النصیحه، تمام دین یعنی نصیحت کردن. قلنا لمن، ما گفتیم یا رسول الله من مفهوم که چی از مسئله چی از چطور یعنی نصیحت بکنیم، کی رو نصیحت بکنیم؟ فرمودن که لله و لرسوله و لکتابه و لائمه المسلمین و عامته. نصیحت و تغییر جامعه و رسیدگی به دیگران یعنی نگاه کردن به هر آنچه که الله و به عنوان ارزش معرفی کرده و آنچه که غیر ارزش هست، چه در قرآن و چه در سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست، اینها رو شما تک تک افراد نظارت کنید بر این ارزش ها، بر اجرای ارزش ها و بر نبودن یا بر طرد ضد ارزش ها. یعنی شما در مقابل کی، چه کسی؟ ائمه المسلمین و عامتهم، تمام آحاد جامعه اسلامی و تمام افراد مسئول. هر یکی از افراد
چه مسئول باشه چه نباشه، چه نمیدونم دانا باشه چه نادان باشه، چه بزرگ باشه چه کوچیک باشه، همه در قبال اون چیزی که دور برشون صورت میگیره احساس مسئولیت بکنن. هر کسی از ارزش ها رفت دور، اون رو تذکرش بدن و امر به معروفش بکنن و نهی از منکرش بکنن. هر کسی از ارزش ها دور شد، اونو بگردونن بیارن سر خط. هر کسی که از ارزش ها رو اجرا کرد، اون رو تشویقش کنن. و العصر ان الانسان لفی خسر، قسم به روزگار که تمام بشریت در خسارت هست و به سوی ناکامی پیش میره. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر اونهایی که ایمان دارن و عمل صالح انجام میدن، کارهایشون همه شایسته است و انگیزه ایمانی اونها رو به حرکت در میاره و تواصی میکنن بر حق، ثابت قدم که هم دیگه رو تشویق میکنن بر اجرای حق و حقیقت و عدالت خواهی و ثابت موندن بر حق، و تواصی به صبر و در این مسیر همدیگر رو تلاش میکنن که در کنار همدیگه وایسن، دست همدیگر رو بگیرن تا صبور و ثابت قدم بمانند و زندگی رو به پیش ببرند. پس این فرق اسلام هست با دولت. دولت یک هیولایی که میخواد جامعه رو به اون شکلی که خودش تصور میکنه و براش برنامه میرزه شکل دهی بکنه، قالب بندی بکنه و به بردگی بگیره. اسلام نه، اسلام میاد و جامعه رو آزادش میکنه، افراد رو آزاد میکنه تا بتونن تغییر و تحولاتی که دولت میخواد در اونها به وجود بیاره اونها رو بشکنن. الان اگر شما نگاه کنید به فضای مثلا حتی اگر یک ستیزی به وجود بیاد، ببینیم چه کار قضیه میشه حقوقی در فضای دادگستری و دادگاه، چه قوانین اونجا اجرا میشه. دولت میاد و از طرف خودش قوانین میذاره و دولت و قدرت، در دولت یعنی چی؟ یعنی قدرت محوریت داره، همه چیزهای دیگه به این شکل میگیره برای حفظ این قدرت، برای حفظ این تماسک این قدرت. جامعه شکل دهی میشه، هویت ها تغییر پیدا میکنه، همه چیز که دولت ثابت میمونه. در حالی که در اسلام نه، در اسلام هیچ حاکم مستبدی، هیچ قدرتی نمیتونه قوانین رو عوض کنه. قوانین رو اسلام گذاشته، قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آوردن. مسئولین جامعه وظیفه دارن اون قوانین رو اجرا بگذارن و تمام آحاد افراد جامعه وظیفه دارند که این مسئولین رو رقابت بکنند که این قوانین الله و رسولش پیاده میشن یا خیر. هر جا که پیاده شدن با اونها همراه میشن و از اونها حرف شنوی دارن، هر جا که اونها از قوانین الله رفتن بیرون، این میشه یک مسئول منحرف و جامعه تلاش میکنه که اون رو یا برگردونه رو حق، یا از اون منصبی که جامعه به اون داده اون رو میکشه دورش میکنه، یک کسی اصلحتری رو و بهتری رو میاره. الان در این میان این ستیز بین این دو مفکوره و این دو فلسفه در جهان اسلام وجود داره و همچنان به پیش میرن. حرکت های اسلامی و جنبش های اسلامی و فعالیت های اسلامی، چون که این مفهوم دولت نوین و ادعای خدایی و این بت جدید رو درک نکرده بودن، تلاش داشتن که ما بیاییم و در داخل همین قوطی که برای ما تشکل پیدا کرده بیاییم یه تغییر و تحولاتی رو به وجود بیاریم. از مفهوم همین اسلامگراها و فهمیده های اسلام اینها بیرون بود که آقا این قوطی کبریته با ما نمیچرخه. این مثلا شما اگر بخواید در همه ابعاد سرخم کنی در مقابل دولت و در مقابل اون روی مرزهایی که برای شما گذاشتن، شما مشکل دارید. این مرزهایی که مثلا در کشورهای ما هست، مثلا به طور مثال ایران رو بگیریم، ایران مرز هم مرز هست با چی؟ با افغانستان. یه قوطی کبریت به نام افغانستان، یه قوطی کبریت به نام ایران. الان در کل مرز ایران و افغانستان خانواده ها دو تیکه شدن، خانواده هایی که به سراغ فارس زبان خراسانی این ورختن این ورختن، برادر اینجا، خواهر اونجا، عمه اینجا، خیش اونجا، نصف قبیله اینجا، نصف قبیله اینجا، همینجور میای پایین. بلوچ ها تقسیم شدن بین این اون سو اون سو، میایید بین پاکستان بلوچ ها این سو اون سو هستن، میایید بین به سراغ افغانستان و تاجیکستان بدخشی ها این سو اون سو هستن،
بین نمیدونم افغانستان و ازبکستان، همچنین ازبک ها، ترکمن ها، یعنی خانواده ها این بر اون بر رفتن. شما بخواهید این تماسک و انسجام اجتماعی رو وفق هویت اسلامی برقرار بکنی، خدای دولت میاد میگه نه، شما حق نداری، اونها بیگانه اند. در مفهوم اسلام اینها خیشاوندند و وظیفه رسیدگی خیشاوندی رو دارن، امت واحد هستند، زبانشون یکیه، فرهنگشون یکیه، خیشاوند همدیگه هستند، از یک قبیله و یک عشیره هستند، در مقابل همدیگه مسئولند، در شادی و غم همدیگه باید مسئول باشند. اما دولت، خدای دولت میگه نه، من اینجا خط گذاشتم، این مفاهیم رو باید دور انداخت، شما الان باید با مدرسه من ساخته بشید، شما بشید شهروند دولت، یعنی شما بشید برده دولت، روی خدای دولت بیایید. این مفهوم بود که در جامعه زور الان کاشته میشه و تلاش میکنن، یک تلاش هست که در نهایت باید شکست بخوره، چون که با فطرت و غرایز کل منطق و فطرت انسانی در تضاد هست. ما رشد کرد جامعه مثلا همین دولت منش اومد و به یک مرحله رسیدیم که اسمش شد مدرسه مدرنیته. در مدرنیته مفهوم چی بود؟ آقا انسان محور زندگی است و عقل تنها راه فهم آنچه در کون و مکان و در طبیعت صورت میگیره، عقل اون رو میفهمه و انسان هست محور زندگی. این شد مدرنیته. مدرنیته با قدرت غرب و استعماری که این منطقه رو میچرخوند و مدیریت میکرد پیشرفت کرد، تغییر شکل داد، تا شد این که به جای این که بگن انسان محور زندگی، شد غرب محور زندگی، محور زندگی و محور کون و مکان و مرکزیتش با غرب هست و اون چیزی که غرب و کشورهای به اصطلاح پیشرفته انجام میدن اون حق هست و باید مثل اونها کرد. اینجا یه واژه جدیدی ثبت شد، واژه پیشرفته و عقب مانده. این رو میبینید در کشورها، این کشور پیشرفته است، این کشور عقب مانده است. در افراد، این آقا آدم پیشرفته ای هست، این آقا آدم عقب مانده ای هست. یعنی حتی همین واژه در خودش یک واژه ظالمانه ای بود که خدای دولت و مدرنیته این رو آفرید و به جامعه داد، به خرد جامعه داد و مردم الان این رو استفاده می کنند. وقتی هم میایی مثلا میگی که پیشرفته یعنی چی؟ یعنی پیشرفته است، اصلا خود کلمه داره داد میزنه. یعنی این قضیه پس یه قضیه چی نیست که یک چیزی رو با چیز دیگه مقایسش بکنی، نه، این یک دینی هست به نام پیشرفته، خب که همه چیزش خوبه، همه چیزش درسته. وقتی میگیم کشور فلان پیشرفته است یعنی همه چیزش خوبه، هر چیزی که از اونجا میشه خوبه، فلانی پیشرفته است یعنی هر چیزی که کاری که انجام میده درسته، اون کار کار خوبیه، اون آقا فلانی عقب مانده است. عقب ماندگی یعنی چی؟ یعنی دیگه در نخور است، یعنی هر چی که تو فکرش هست، تو کارش هست، تو رفتارش هست، توانمندی‌هاش، همش چیزهای پوچ و بی اساسی هست و این معنا همینطور به اصطلاح به ذهن میاد. پس پیشرفتگی در واقع یک ایدئولوژی هست، یک تصور تقدس مآبانه ای هست که یک چیزی از پیشرفته است و این قداست داره، یه چیزی هست پس رفته است و این رو باید انداختش دور. و این رو میبینید، شما میشنوید که میگن که آقا اسلام، بابا اسلام با زمان ما که نمیخونه، ما با این پیشرفتگی و دنیا پیشرفت شده شما میخواید ما رو برگردونی به عقب موندگی 1400 سال پیش؟ کجاش پیشرفت است، کجاش عقب مونده است، نمیفهمه. یه حرفی رو تو دیوار شنیدن، چرا؟ چون که اینا همون برده های خدای دولت هستن که اونطوری که میخواد اینها رو جهت دهی کرده و اونها رو به اصطلاح حرکت میده و به پیش میبره.
و میبینید که دیگه تهمت زدن و دروغ گفتن و چرا؟ چون که نه از تاریخ چیزی سر در میارن، نه از واقعیت ها چیزی سر در میارن، نه از هویت اسلام و شناسی از اسلام شناسی دارن. و شما هم میبینید توی رسانه هاشون وقتی که میان مثلا مسائلی رو که مربوط به دین مبین اسلام هست، مربوط به قرآن هست، میارن افرادی رو میارن که اصلا نمیدونن قرآن چی هست، نمیدونن اسلام چی هست، کسی هایی که در لایه یک فکر گنگ یه چیزی یاد گرفتن و به عنوان نمیدونم متخصص، به عنوان آدم های پیشرفته، دانشمند و فلان میارن اینها رو به خورد جامعه میدن تا همون افکار پوسیده و اون در واقع همون خشونت فکری، خشونتی که فکری که دولت میخواد به جامعه املاء بکنه اون رو مدیریت بکنن و بیش ببرن. حالا اینو میگن مثلا خود مثلا غرب با این مشکل داره که وقتی که انقلاب صنعتی به وجود اومد، واژه پیشرفت به صراحت ساخته شد که آقا ما میخواییم پیشرفت بکنیم، پیشرفت بکنیم، هی پیشرفت میکنیم، پیشرفت به کجا؟ با پیشرفت دنیا باید هر روز به صراحت به سوی جلو بره. حالا اگر ازشون بپرسیم که آقا پیشرفت یعنی چی؟ پیشرفت در چی؟ مثلا پیشرفت اینه که شما ثروت بیشتری داشته باشید، پیشرفت اینه که شما مثلا امکانات تکنولوژی بهتری داشته باشید، پیشرفت اینه که بتونید داروهای بهتری بسازید، پیشرفت اینه. خب الان وقتی که میایم میبینیم پیشرفتشون باعث میشه که انسانها رشد بکنن، مثلا در فضای هر فضایی رو که شما بگینید به این صورت قیاس میشه، در فضای مثلا بهداشتی آقا ما پیشرفت کردیم، ما در 20 سال پیش تعداد دانشگاه پزشکیمون 20 تا بود، الان 200 تا شده، پس پیشرفت کردیم. قبلا هر سالی 5000 پزشک فارغ التحصیل میشه، الان 500000 پزشک. خب این پزشکاتون چیکار میکنن؟ پزشک و بهداشت برای چی هست؟ مگر نه این است که بهداشت برای این است که ما تلاش بکنیم تا درصد بیماری ها کمتر بشه، درصد آلودگی هوا و محیط زیست کمتر بشه، انسان سالم تر بشه. خب اگر این کار بکنیم، این همه 500000 به دکتری که هر ساله میاریم توی جامعه میدیم، اینا از کجا بخورن؟ پس نه، برای اینها باید کار ساخت. یعنی چی؟ یعنی بیماری ساخت. الان اگر شما نگاه کنید چه چیزی هست که ما در همین زمان به نام مدرنیته اون رو ویرانش نکردیم؟ در همه ابعاد زندگی ببینید که این انسان هست، همین موجود دوپا هست که با نام مدرنیته، با نام پیشرفت داره زندگی و کون و مکان رو ویرانش میکنه. الان در کجای دنیا شما میتونید غذایی پیدا بکنید، آب سالمی پیدا بکنید، غذایی، میوهی بتونید با خیال راحت بخورید، بدون اینی که به اصطلاح بدونید که به اصطلاح توی این میوه حتما یک سمی گذاشته شده و کوده های شیمیایی استفاده شده، سمهای وحشی دیدن. شاید این روزها شنیده باشید و دیده باشید این گزارش های خبری که میوه ها و سبزیجاتی که در ایران تولید میشه، ایران با این وسعت جغرافیایی، با این همه آب، با این همه زمین های حاصلخیز، با این خورشید درخشانی که بالای سرشون هست و هیچ گونه نیازی به سم و نمیدونم بیماری ندارن، میبینید که کشورهایی که به مراتب از نظر پزشکی و بهداشتی باید خیلی عقب مانده تر می بودن، مثل هند مثلا، میوه ها و سبزیجاتی که از طرف ایران میره اینا رو بر می گردونه، تایلند بر می گردونه، روسیه بر می گردونه، ازبکستان بر می گردونه، کشورهای عربی بر می گردونن. آقا چی؟ این میوه ها و این سبزیجاتی که از جانب شما میاد درصد سم بوده، سمش بالاست، اینها باعث سرطان میشه، باعث فلان میشه. یعنی به نام مدرنیته حتی خورد و خوراک رو ویران کردیم، محیط زیست رو داغونش کردیم و ویرانش کردیم. میگه آقا هر جا که حرفم میشه، آقا شما کجا زندگی میکنید؟ در کشورهای دیگه میرن به ماه و مریخ. برای چی به ماه و مریخ میرن؟ اگر بری از خودشون هم بپرسی که آقا برای چی، یکی از اهدافی که در این به اصطلاح تکنولوژی مطرح میشه که ما نگاه کنیم که یک محیط، یک
ستاره ای سیاره ای پیدا بکنیم که در اونجا قابلیت زندگی وجود داشته باشه. چرا؟ چون که احتمال هست که این دنیا، این زمین ویران بشه، اوزون داره پاره میشه و فلان. از دست کی پاره میشه؟ یعنی داریم میگیم که یعنی فکر ما یک فکر چی هست؟ کاملا سوء استقلال و به صورت استفاده ابزاری از همه چیزی که در جامعه هست، حتی از اخلاق، حتی از ارزش‌ها، حتی همه چیز، از انسانیت استفاده ابزاری و استهلاک. الان شما ببینید، قدیما اگر یادتون اومد تلویزیونتون خراب میشد میبردید پیش یک تعمیرگار، تعمیرگاه میومد تلویزیون رو بازش میکرد، میبی آقا یک ترانزیستورش سوخته، یه مقاومتی میخواد، یه خازنی میخواد، اینا رو لحیم میکرد و به دست شما میداد که میرفتید تلویزیونتون درست شد. امروز نه، امروز یک سامانی رو که میگیری چیزی به نام تعمیرگاه وجود نداره. اگر یه جزیش خراب شد، یعنی خراب شد، بندازش دور و یکی دیگه بیار. یعنی همین فکر استهلاکی. آقا زمین ویران کردیم و از بینش بردیم، خب میریم یک جای دیگه پیدا کردیم، میریم اونجا. در سطوح کلان و در سطوح بسیار پایین میبینید که همین فکر استهلاکی و ویرانی در همه جا هست. چطور ما به اصطلاح تولید رو بالاتر بکنیم؟ برای چی تولید بالاتر میخوایی؟ برای اینی که درآمد بیشتر باشه. یعنی فکرش هست فکر سرمایه‌داری، فکر پول، فکر مادیات. خب آقا شما وقتی که یک زمینی رو میخواهید که هر روز برات تولید به اصطلاح بیشتر بده و گندمش بیشتر بشه، برنجش بیشتر بشه، میوه و سبزیجاتش بیشتر بشه، شما باید به اصطلاح مواد شیمیایی بدید. این مواد شیمیایی انعکاسش روی این میوه و سبزیجات هست. این باز دهیش چی هست؟ بیماری ها و درصد بیماری ها رو بالا بردن. براش این قسمت مهم نیست. آقا ما تولید رو بالا میبریم، این برای ما پول میاره. انسان میخوره، بیمار میشه، بیمار گردش به اصطلاح بیمارستان ها رو بالا میبره، اونجا هم پول تولید میشه. انسان اینجا قربانی بیچاره ای هست که در این سردرگمی ازش استفاده ابزاری میشه. بقیهش همش چاپیدن. و چرا؟ چون که مال محور، مال هست، ویرانی همه ابعاد. الان شما ببینید در خب پیشرفت کردیم، در همون کشورهایی که پیشرفت کردن یه سری بزنید به آمار بیماری های روانی، ببینید چه بیماری های روانی سبز شد. سری بزنید به درصد و آمار طلاق، فروپاشی خانواده، بچه های خیابانی و بچه های بی سرپرست. سری بزنید به مثلا آمار خودکشی ها و کشت و کشتار و خشونت، خشونت زن بر علیه مرد، خشونت مرد بر علیه زن، خشونت بر علیه کودکان. هر یکی از این آمار رو وقتی میبینی سال به سال داره بالا میره. تو که پیشرفت کردی باید اینها هر روز کمتر و کمتر میشد. خب همیشه داره بالا میره، بالا رفتن. و این رو مثلا ما چطور میخواییم با این پیشرفت انسش بدیم؟ آقا شما دارید میگید که ما پیشرفت کردیم. این است که باید درک بکنیم که جهان نیاز داره به یک وارسی، به یک بازگشت به خود، به یک شناسه خود به صلاح از باب از یک دروازه دیگر. الان اگر بیایم نگاه کنیم در مدرنیته و اسلام فرق اساسی چه است؟ در اسلام یک قانون است که این قانون رو اسمش رو گذاشتیم مثل شریعت. شریعت یعنی قانون الله. این پایه و اساس جامعه هست. بعد از اون تمام فعالیت هایی که یک جامعه نیاز داره در خدمت این شریعت هست. به چه معنا؟ شریعت کارش چی هست؟
شریعت کارش اجرای یا ساختن یک انسان ارزشمندی که ارزش‌ها رو در زندگی پیاده می‌کنه و زندگی سعادتمند و خوشی رو می‌خواد. یک انسان کامل باید بسازیم که به اصطلاح زندگی پر از سعادتی داشته باشه. من عمل صالحا من ذکر و انثى و هو مؤمن فلنحيینه حیاتا طیبا. کسی که حیات زندگی خوبی داشته باشه. فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقا. کسی که در مسیر شریعت میره هرگز گمراه نمیشه و نگون بخت و بدبخت نمیشه. ما یک انسانی میخواییم سالم، انسانی میخواییم که یک انسانی بسازیم که پایبند باشه به ارزش ها، زندگی خودش رو، خوشبختی رو برای خودش و برای جامعه داشته باشه. الان تمام مسائل دیگه دوره این اساسه، این بنیه و اساس و همون زیربنای جامعه است، شریعت. الان هر چیزی که در جامعه شما تصور کنید، ریاضیات، علم ریاضیات، علم فیزیک، علم زیست شناسی، علم فلسفه، علم نمیدونم ورزش، علم اقتصاد، علم سیاست، علم مسائل فرهنگی، علم ارتشی و مسائل نظامی، همه اینها در حال حرکت و پیاپو هستند تا زمینه رو مساعد کنند برای شریعت تا بتونه اون هدف اساسیش رو در جامعه به تحقق برسونه. مثلا همینه که در علم مثلا ما اشتباهی که میکنیم، میریم آقا یک کسی رو بیا به بچه ها چی یاد بده، ریاضیات یاد بده، معلم ریاضی میاد ریاضیات یاد میده، آقا جبر، هندسه، ریاضیات، این برای چی یاد میگیره بچه؟ برای چی یاد میگیره؟ باید هر یکی از معلمین ما دو تا علم داشته باشن، یکی علم و تخصصی در همون زمینه‌ای که کار میکنن و یه علم و تخصص تربیتی. علم و تخصص تربیتی چی میخواد بگه؟ این میاد به دانشجویی که جبر و هندسه و فیزیک و ریاضیات یاد میده بهش میگه که عزیز من، این جبر و فیزیک و هندسه و ریاضیات و بهداشت و مسائل مثلا تکنیکی و همه چطور این تو رو خدمت میکنه تا بتونی این اساست که هویتت که هست، این شریعتت رو در جامعه به ثمر برسونی و اون سعادت و رشادتی که شریعت برای ساختن اون تلاش میکنه اون رو به ثمر برسونی. این شد اسلام. حالا که اسلام رو فهمیدیم، بیاییم مدرنیته رو بفهمیم. مدرنیته چی میگه؟ مدرنیته میگه که اساس و پایه یک جامعه قدرت هست، که شما با اون قدرت جامعه رو بتونید مهار بکنید. الان تمام نیازهایی که تو جامعه هست، همه ی علوم و داده‌هایی که یک جامعه به اون نیاز داره، همه در خدمت چی هست؟ در خدمت این قدرت. فیزیک تلاشش این است که چطور این قدرتی که دولت داره رو تقویت بکنه. ریاضیات همین وظیفه رو داره، بهداشت همین وظیفه رو داره، همه دینی هم که در اینجا ساخته میشه وظیفه‌اش همینه. شما میبینید مثلا ملاهایی که ساخته میشن همون به اصطلاح ملاها یا افرادی نیستن که خدا و قرآن و سنت رسول میخواد، نه، اینها ملاهای حکومتن. ملاهای چی؟ ملاهای قدرت. وظیفه ملا این هست که بیاد این قدرتی که دولت یا سیستم مدرنیته جدید این حافظش هست و این رو میخواد به جامعه تحمیل بکنه، این هیولا، برای حفظ این هیولا دین بتراشند، فتوا بتراشند، نمیدونم این رو توجیهش بکنند که جامعه سرخم کنه و پیش بیاد و به پیش بره بزن. حالا این سیستم رو اسمش رو بذارید لیبرالی، اسمش رو بذارید نمیدونم دموکراس، اسمش رو بذارید نازی، کمونیستی، فلان، همه اینها واژه‌های چندانی از هم دیگه فرق نمی‌کنه. اساس و لب به موضوع یکیه که افرادی
که قدرت در اختیار اونها هست، اونها در رأس حرم قرار گرفتن، بقیه جامعه رو برده بکنن، استعمار بتونه ملت ها رو به چاپه به بردگی بکشونه. خب این شیوه ما رو به اینجا رسونده، شیوه ای که در این هر روز جامعه بشری از یک فلاکت و یک بدبختی به یک بدبختی دیگه میره. حالا اگر ما بخوایم بگیم که چه کسی هست که محیط زیست رو ویران کرده، چه کسی هست که طبیعت رو ویران کرده، چه کسی هست که این درصد بالای آلودگی ها و بیماری ها رو در جامعه به وجود آورده، چه کسی هست که انسان رو چنین نفله و خارش کرده، چنین بردگی رو در جامعه به اصطلاح به وجود آورده. این هست که میبینیم که تمام اینها برمیگرده به همین انحراف انسانی که محوریت شریعت و دین و قانون الله رو گذاشته کنار، قانون دیگری که مجموعی از افراد قدرتمند آوردن برای حفظ قدرت خودشون، برای حفظ و حمایت از یک وهم به نام دولت. شما الان میبینید ملت ها با هم به جون هم میفتن. 8 سال ایران با عراق جنگید، ملت میرفتن کشته میشدن، میگفتید آقا شما برای چی میرید کشته میشید؟ میگفتن برای دفاع از وطن، برای دفاع از میهنیمون. الان از این آقا میپرسید که میهن یعنی کی؟ یعنی چی؟ نمیدونست. میهن یعنی اون رهبران دیگه که این جامعه رو میچاپیدن. خب توی عامه مردم از این خاک چی داری؟ اگر میخوای از این خاک به اصطلاح دفاع بکنی، حق تو این خاک چی هست؟ اگر میخوای یه خونه بخری بذاری بسازی، همین دولت، همین دولت میاد همین خونه تو رو، زمین تو رو، زمینی که تو دوش زندگی میکنی در آخرین نقطه این کشور، همین دولت اینو به تو میفروشه. پس این زمین از تو نیست که شما دارید برای این زمین خودتون رو به کشتن میدید. زمین از کیه؟ از دولت. خب دولت کیه؟ میریم پیش بالا که ببینیم دولت کیه. دولت مجموعی از افراد هستند که همه چیز رو مال خودشون میدونن. الان خب آقا این همه چیز مالش خودتون هست و اینو، خب ما میریم میجنگیم، شما هم با ما بیایید. نه، اینو دولت هن. همون وقتی که ملت ها در دو طرف خط ایران و عراق درو می شدن، فرزندان مسئولین این طرف خط اون طرف خط تو اروپا عیش و عشرت می کردن، همون وقتی که اینجا مردم درو می شدن، کشت و کشتار بود، مسئولین در عشرت کده های خودشون رقص و پایکوبی داشتند و هیچ مشکلی نداشتند. چرا؟ چون اونا دولت بودن. خب این ملت که کشته میشن چند؟ اینو خس و خاشاکن دیگه. گناه کجاست؟ گناه همین ملتی که از هویت خودشون و اسلامشون دور شدن و از بندگی الله متعال رسیدن به بردگی و خاری یک وهم، یک خدایی که در خواب و خیالها ساختند و دارن به اصطلاح ازش عبادتش میکنن. وظیفه روشن فکر امروزی چه هست؟ وظیفه ما الان که ذهنها باز شده و توانمندی های جامعه بیدار شده چه هست؟ امام از ابن عبدالسلام یک جمله بسیار زیبایی دارند. میگن که اگر کسی وارد یک روستایی شد که در اون روستا همه دارن با ربا تعامل میکنن، که هم دیگه مال میدن و ربا میگیرن، که الان اسمش رو هم عوض کردن، سود کردن، مثلا نمیدونم سود بانکی، نمیدونم فلان، در اون روستا با ربا مردم دارن تعامل میکنن، اگر کسی وارد شد و رفت روی منبر عالمی حرف از
زنا و فحاشی و خطر اون بر جامعه زد، در حالی که در اون جامعه چیزی به نام زنا و فحاشی نیست، اون جامعه دردش رباست، اون وقت میگه که فقط خان الله و رسوله، این امام خیانت کرده به الله و رسولش. چرا؟ چون که یک دردی در جامعه هست، یک بحرانی در جامعه هست، این از این بحران و درد فرار کرده، این درد و مشکل رو پانسمانش نکرده، درمانش نکرده، رفته به یک موضوعی پرداخته که اصلا جامعه تو باغ اون نیست، اصلا اون درد جامعه نیست. پس امروز درد جامعه ما چه هست؟ ما دم حرف از شرک قبر پرستی و امامزاده پرستی و این شرک ها حرف میزنیم و از بت پرستی و گاو پرستی هم حرف میزنیم، در حالی که در کشورهای ما نه بت پرستی هست نه گاو پرستی. اما از اصل موضوع که مجموعه ای از افراد با شیوه های مختلف جامعه رو به بردگی گرفتن ما غافلیم و از این حرف نمیزنیم. لب به مفهوم لا اله الا الله رو ما گذاشتیم کنار، داریم حرف میزنیم از به اصطلاح مشکلاتی که توی کشورهای فلان. شما میبینید خیلی جالب هست که میبینید مسئولینی مثلا در کشورهای خودمون میان میگن که آقا آمریکایی‌ها به سیاه‌پوست‌ها ظلم میکنن، مشکل سیاه‌پوست‌های آمریکایی‌ها ما براش درد داریم، برای نمیدونم گران شدن بنزین در فرانسه دل ما میسوزه و با اونها هم دردی میکنیم و رسانه های ما حرف میزنن، روشنفکرهای ما میان و جلوی دوربین حرف میزنن از این ظلم و ستم هایی که در فلان کشور میشه، اما دوروبر خودمون چه جنایت هایی میشه اینا رو نمیبینیم. از کشور همسایه میخواییم که آقا در اونجا یک دولت همه شمولی ایجاد شود، در داخل کشور خودمون شهروند خودمون رو نفلش میکنیم، نه همه شمولی هست، نه انسانیتی هست، نه هر کسی حرف زد زبانش قطع میشه، هر کسی سرش بالا آورد گردنش رو میزنه. اینجاست که دیگه باید افراد روشن و تحلیلگران سیاسی و افراد مسلمون هویت خودشون رو اولا درک بکنن و بفهمند که چطور در جامعه عرض اندام داشته باشن، قد علم کنن. اینجاست که میبینیم که نه، اصل اون فضای تربیتی ما مشکل داریم، فضای آموزشی ما مشکل داریم. اگر بیاییم به فضای آموزش دین رو در جامعه خودمون ببینیم که آقا ما دین رو، اساس دین چه هست؟ قرآن کریم. خب ما قرآن کریم در فضای آموزشی ما کجاست؟ وجود نداره. وقتی که حرف از قرآن کریم میشه فقط به ذهنهای ما میاد حفظ قرآن کریم، ترجمه تجوید قرآن کریم، روخانی قرآن کریم، قاعده بغدادی، نمیدونم مسابقات به اصطلاح خوشخوانی و خوش الحان قرآن کریم. قرآن کریم برای عقایدی نیومده، قرآن کریم برنامه زندگی است. در فضای آموزشی ما قرآن کجاست؟ فهم قرآن کجاست؟ نمیگم در فضای آموزشی که دولت برای خودش برده میسازه، همون فضای آموزشی که ملت برای حفظ هویت خودشون به صلاح مساجد ایجاد میکنن و مراکز دینی ایجاد میکنن، حوزه های علمیه، در همین حوزه های علمیه قرآن وجود نداره، در همین حوزه های علمیه سنت و سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وجود نداره، همین حوزه های علمیه انسان رو میسازن دقیقا برای همون هدفی که مدرسه حکومتی میسازه، برده ساختن. یعنی ملای ما، روحانی ما میشه کشیش، روحانی ما مثل کشیش انسانی رو میسازه که یک شهروند باشه، یک شهروند سربزیر، یک شهروندی که از بالا هرچه براش میاد. یعنی چی؟ یعنی اینی که یک برده که همین
هیولای دولت رو عبادت کنه و در این عبادتش سربزیر باشه بیشتر از سایر جامعه. سایر جامعه شاید سرکشی بکنه، شاید در این میان دزدی بکنه و هر گونه دزدی و هر گونه اختلاسی، هر گونه چیزی یک نوع سرکشی است در مقابل هیولای دولت. اما این کسی که از سوی حوزه‌های علمی میاد این کار رو نخواهد کرد، یعنی این خیلی مخلصانه تر اونجا عرض اندام میکنه. چرا؟ چون که این سیستمی که ما اومدیم یک کشیشی درست کردیم و مثلا اسمش رو گذاشتیم ملا، برای این ساخته شده که اسلام رو زندانیش بکنه توی مسجد. این ملا بشه زندانبان اسلام در مسجد و در بهترین حالتها اسلام فقط برای چه است؟ برای نماز، برای روزه، برای نکاح افراد. حتی نکاح وقتی انجام میدین، ازدواج صورت میگیره، میگیم که آقا ازدواج میشود بر مبنای قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. از همون لحظه اجرای این حرف که تموم شد، دعا که شد، از اینجا رفت بیرون، حکومتی که اینجا حکومت میکنه الله و رسول نیست. از همون لحظه شیطان اونجا به رقص و پای خوبی میپردازه و دولت باید این رو ثبت بکنه. اگر دولت این ازدواج رو ثبت نکرد، تمام این نمیدونم علما و اندیشمندان بیان ثبت کنن، این هیچ ارزشی نداره. چرا؟ چون که خدایی دولت بالاتر از اونجایی هست که شریعت اسلام و قدرت الله قرار داده شده. چرا؟ چون که این کشیشی که به سر نامش شد ملا، وظیفش ادای فرامین این دولت هست و اون دین رو رنگ دادن و آماده کردن برای اینی که در همون خط مشی دولت حرکت بکنه. پس اینجا یک خلل بسیار بزرگی صورت گرفته، یک نفهمی بسیار بزرگی اینجا صورت گرفته که جامعه باید چش و گوش رو باز بکنه، مسلمون باید چش و گوش رو باز بکنه که ما یک مرامی داریم، یک هدفی داریم، یک زندگی داریم که این زندگی و این هویت در خطر افتاده. یعنی الحاد، سکولاریزه شدن، مدرنیته شدن، دین مدرنیته، دین دولت، دین الحاد، دین ستیز با دین، همه اینها برای خودشون دیانت شدن، دین شدن برای زدن اسلام، برای زدن الله، برای از بین بردن مثلا دین. اینجاست که دیگه پس قضیه خیلی حاد هست. ما اینجا نیاز داریم که بیاییم اسلام خودمون رو حفظش بکنیم. و در این حال میبینید که افرادی که تازه به دوران رسیده ها هستند، یعنی در طی دو قرن گذشته که ما هی تو سری خوردیم و عقب رانده شده اون، افرادی از جامعه اسلامی، مؤمنانی که این مفاهیم رو درک میکردن، خطر رو درک میکردن، وحدت امت رو در حال فروپاشی میدیدن و اینی که آقا ما این اقیانوس رو دارن توی کوزه ها زندان میکنن و برای اهداف خودشون و شراب میسازن تو همین کوزه ها، از همین آب امت رو از بین میبرن، این افراد وقتی که اومدند و نهضت های اسلامی به پا شد، حرکت ها شد، نویسنده ها نوشتن، کتاب ها ساخت، یعنی یک میراث فرهنگی، میراث دینی، میراث عقیدتی، میراث قرآنی، میراث تربیتی، میراث در همه ابعاد نیاز جامعه بشری، انسان پویای مسلمون تلاشایی کرد و همه یک هدف بود برای رسیدن به اون هدفی که گمش کردیم، قدرت جامعه اسلامی. الان اینها گم شد. یعنی اسلام چه کار میکنه؟ آقا اسلام آقا 1300 سال حکومت کرد. حکومت اسلام آقا توش آقا ظلم بود، فلان بود، بله بشرن. اسلام در واقع
این تاریخی که میگن تاریخ اسلام، این اشتباه است. تاریخ مسلمان هاست، تاریخ اسلام نیست، تاریخ مسلمان هاست. اسلام یک اساس نامه است، یک ارزش هاست، یک قرآن و سنت هست و تمام جامعه اسلامی در همه مراحلش مسلمان ها تلاش دارن که خودشون رو به این مرحله برتر و انسان کامل و سعادت برسونن. در این تلاش افرادی موفق میشن، نزدیک میرسند، افراد دور هستند، افرادی به مراتب به صورت در طی تاریخ و در طول زمان یک به صورت پیشرفت و عقب رفتی میشه. اما یک آرمان وجود داره، یک ارزش برتر وجود داره، در حالی که نه در سیستم های دولت و مدرنیته و نمیدونم سکولاریزه و فلان، میبینید که نه، این آرمان، خود آرمان بحرانی هست. هر دو نفری میان یه روز عوضش میکنن. در همون کشورهایی که تا دیروز همجنسگرایی و تجاوز جنسی به حیوانها، تجاوز جنسی به کودکان، نمیدونم جنایت سپرده میشد و خیلی چی بود، تغییر کرد. تو همون کشورها الان هم جنسگرایی نه، ازدواج مرد با مرد، ازدواج زن با زن به صورت رسمی از طرف خدای دولت ثبت میشه. یعنی همون مراحل بسیار پست و پلیدی که در تصور انسان 20-30 سال پیش نبود، امروز ارزش شمرده میشه. یعنی معیارهای اخلاقی و معیارهای ارزشی حتی در اون جوامع از امنیت برخوردار نیست. در فضای به اصطلاح انسانی مهمترین چیزی که اونها از بینش بردن تجمعات انسانی است. انسان یکی از مهمترین ارزشهایی که انسانیت انسان رو حفظ میکنه همون زندگی اجتماعی است. زندگی اجتماعی در کالبد خانه، در کالبد فامیل بزرگتر، در کالبد قبیله، در کالبد یک شهر، همشهری و همروستایی و دهاتی. در قدیم الایام مردم یک شهر هم دیگر رو میشناختن، مردم یک روستا هم دیگر رو میشناختن، از لباس و از شراک و فلان شما میفهمید اینا از یک روستا و یک شهر هستند و با هم یک تعاطفی داشته باشند. یکی میافتاد کل قبیله اونو جمعش میکرد. الان نه، چون که این انسجام اجتماعی دولت رو میترسونه، دولت با هر تجمعی مشکل داره. این است که هر گونه فعالیت مدنی، هر گونه فعالیتی رو از بین میبره تا چی؟ تا یک تفکک اجتماعی به وجود بیاد، افراد تک تنها باشن و به اصطلاح این افراد رو به این صورت میشه کشید و میشه به اصطلاح داغونشون کرد و میشه از بینشون برد. تمام این تلاش هایی که علما و اندیشمندان ما کردند، این میراث ها رو الان میبینید که زیر سوال میبرن. یعنی مثل همون اهل جهنم که هر امتی که میان امت دیگر رو لعنتش میکنن. هر یکی از الان در بین ما میبینید که افرادی رو، کشیشه های دیگری رو در بین ما مسلمون ها دارن دولت تربیت میکنه که وظیفش چه هست؟ وظیفش از بین بردن میراثی که تو رو زنده میکنه، میراثی که حرکت های اسلامی، افراد مسلمون، اندیشمندها زحمت کشیدن تا انسان رو بیدارش بکنن، مؤمن رو به هویتش انس بدن، تا تلاشی بکنه برای بازگشت امت و خارج از این صندوقی که براش گذاشتن فکر کنه، این میراث رو میبینید که زیر سوال میبرن و مسمومش میکنن. برای چی؟ برای این که دولت اینو میخواد. یعنی اینها کشیش های دولت هستند، در حالی که این نه، این میراث ماست. درست است که ما امروز خیلی ابتکارات میکنیم، دنیا رشد کرده، رسیدن به آموزش برای ما، ذهن ما بویاتر شده، شاید ما برای علما و اندیشمندانی که 20 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش، 100 سال پیش بودن، میبینیم که اونها مسیری رو کردن، اشتباهاتی کردن، نقدی بر اونها داریم. همه اینها جای خودش، هیچی که از این افراد، از صحابه گرفته تا به امروز، کسی در هویت و دین ما معصوم نیست. همه قابل انتقاد هستن، اما میمونه چی؟ میمونه حکایت ما با اونها، حکایت هدهد سلیمان. ما هدهد سلیمان هستیم که به سبع رفتیم، یه چیزایی رو دیدیم که اونها ندیدن.
اما اونها میمونن سلیمان و عظمت خودشون. هدهد وقتی اومد پیش حضرت سلیمان چه گفت؟ احد به ما لم تحد بهی و جئت که من سبع این بنبع این یقین. من از سبع اومدم اون چیزایی رو دیدم که تو نمیدونی و اونها رو. اما هدهد همین حجم خودش رو داره و سلیمان حضرت سلیمان هست و جای خودش رو داره. این است که باید درک بکنیم که دولت ها دوام نخواهند داشت و این تداول سلطه رو خداوند متعال از سنت کون گذاشته که ملت ها و سلطه ها و دولت ها از یکی به دیگری میرسن. ما به این وضع رسیدیم چرا؟ چون که سنت هایی که قوانینی که خداوند متعال قرار داده برای استحکام دولت و استحکام یک امت و سیادت و رهبری یک امت و یک هویت اون رو کنار گذاشتیم، در نتیجه افتادیم به زمین و این افراد دیگری این راهکارها و قوانین رو گرفتند و امروز دارند سیادت می کنند و دیگران رو به بردگی گرفتند. این دوام نخواهد داشت، اینها هم خواهند افتاد. این مثلا بحرانها و چالش هایی که در محیط زیست ایجاد شده، در فضای از هم گسیختگی انسجام اجتماعی به وجود آمده، این ظلم و ستم و استبداد، همه اینها نتیجهش فروپاشی این کیانهای ظلم و استبداد هست و همه اینها یعنی اینی که بعد از این مدرنیته جهان باید آماده بشه برای اسلام و اسلام هست که میتونه جامعه بشری رو از این چالش ها و این بحران ها نجات بده و این وظیفه تک تک آحاد مسلمان به خصوص روشنفکران و علما هست که آستین بالا بگیرند و برای نجات جامعه بشری به میدان بیان و بتونن تحقق آیه قرآن کریم باشن که کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین انسان ها هستید که ما به سوی بشریت شما رو برای مدیریت و استادی بشریت شما رو انتخاب کردیم، چرا که شما تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، ارزش ها رو نهادی نمی کنید و ضد ارزش ها رو طرد می کنید و از جامعه پاک می کنید. تا دیدار دیگر همه شما عزیزان رو به الله ممنون می سپارم. الله یار و یاور.